بله بفرمایید. فیلم میترا درباره یه خانومی به نام هاله که 72 سالشه، توی هلند زندگی میکنه و به عنوان استاد دانشگاه کار میکنه و یه روز به هاله خبر میرسه که از طریق یه سازمانی که اون کسی که دخترشو 40 سال پیش لو داده توی ایران الان خودش به عنوان پناهنده اومده هلند. چیزی که مهمه اینه که هیچ وقت اینا همدیگر رو درست ندیدن. اون روزی که لیلا اومده تو خونه و خیلی ها رو لو داده، هاله فقط صداشو شنیده و الان این همه سال بعد از طریق این صدا باید شناسایی بکنه که این آدم همون هست یا نه. تلس میترا اسم خواهرم بود از طرف مادری که توی همون سالهای اول بعد از انقلاب اعدام شد و اسم فیلمو اسم خواهرم هستش. و چیزی که همیشه واسه من این سوال بود این بود که اگر این مادر، حالا مادر خود من نه، مادر نوعی، اون کسی که دخترش رو لو داده رو پیدا میکرد چی کار میکرد؟ و در واقع فیلم از اینجا حرکت میکنه. اینه این زن خیلی های دیگرم لو داده، بعدم تو زندان تواب شد و زن گلزار شد. فیلم درباره یه زمانی تو تاریخ ایرانه که خیلی کم راجبش حرف زده شده، خیلی کم راجبش ساخته شده. سالهای اول بعد از انقلاب، بگیر بگیرایی که بود، اعدامهایی که بود، با هدف بوده که این سفر رو از تاریخ ایران به یاد کسی نمونه، پاک کنیم. و ضمناً شخصیتایی که تو فیلم باهاشون آشنا میشیم هیچ کدوم مطلقاً خوب یا مطلقاً بد نیستن. با خودشون درگیرن تو این چالش خوب و بد. مثل حاله که الان که بعد از این همه سال فکر میکنه شاید اون کسی که دخترش رو لو داده رو پیدا کرده، با خودش باید درگیر بشه راجع به انتقام گرفتن یا نگرفتن. مثل لیلا که اگر خودش باشه، حالا خانم 52 ساله است و خودش یه مادر یه دختر 13 ساله، مادر خوبیه، از اون کشور فرار کرده که برای دخترش آینده بهتری بتونه بسازه. و چطوری میتونیم یه کسی که توی سن 17 سالگی این کارو کرده، توی سنی که هیچ کسی نباید توی اون شرایطی باشه که بخواد راجب زنده موندن یا نبودن کسی دیگه تصمیم بگیره، بخواد برای خودش رو نجات دادن یا فامیلش رو نجات دادن کسی رو لو بده، چطوری ما میتونیم قضاوت کنیم راجب همچین کسی؟ تو شوهر کردی به من نگفتی؟ ازدواج تشکیلاتیه؟ یعنی چی؟ همین جوری زن یه غریبه شدی؟ میشناسیش؟ پسر خانم محبی. الان کجاست؟ فراریه. پروسه نوشتن فیلم حدوداً 2 سال طول کشیدش. البته قبلش با نوشتن رمان شروع کرده بودم. اینکه فیلمو بخشای ایران دوره بعد از انقلاب رو باید بازسازی میکردیم یکی از کارهای سخت و وقتگیر این فیلم بودش. به عنوان لوکیشن اردن انتخاب کردیم، عمان، که یه شباهتایی داره به تهران. نه فقط باید تهران رو توی عمان فیلم برداری می‌کردیم، همچنین تهران اون زمانو، یعنی خیلی محدود می‌کردمون از اینکه چه چیزایی رو می‌تونیم فیلم برداری کنیم، چه چیزایی نه. برفرض ساختمون مدرن خب نمی‌شد دید، ماشینای امروزی نمی‌شد دید. فیلم بردار، تیم پروداکشن دیزاین، غیره، همه از دانمارک، آلمان، هلند و جاهای دیگه بودن. اینه که تحقیقات زیادی میخواست که بتونن اون چهره رو که ما میخواییم نشون بدن. یکی باید تماس میگیره. فیلم توی زمان حال امروزی شروع میشه، تو هلند 2020. با حاله برمیگردیم به گذشته، به دیدارهای آخری که حاله با میترا داشته. و توی گذشته و حال از لحاظ هم فیلمبرداری هم رنگامیزی یه اختلاف زیادی می‌بینیم. توی تهران 1981 دوره شلوغ پلوغی و حساسیه، دوربین خیلی در حال حرکته، رنگ‌ها طوری دارن انگار دارن آتیش می‌گیرن، در صورتی که دنیای امروزی اروپا که می‌بینیم خیلی دنیای تیره و تاریکیه و فضا میده بهمون با سه همون شکی که حاله داره.
این مادری که هیچ وقت اون کسی که دخترشو لو داده رو درست ندیده، از پشت یه پارچه دیده، صداشو شنیده. یعنی همیشه این جای شک هست که این آدم همونه یا نه. و از طریق این تاریکی که اینجا توش هستش، از طریق اینکه خیلی وقتا روی صورت اون کسی که حالا لیلا باشه یا نباشه درست نور نمیفته، و در واقع یعنی اون جای شکیو که حالا داره که برای شناسایی توی رنگامیزی، توی نور و توی شیوه فیلم برداری انعکاس میشه. خیالت راحت شد؟ کار خودتو کردی دیگه. برق سفازتش پرید. بعد این همه سال فکر کرده بود از شر همه چی خلاص شده تا جناب علی سر کلت پیدا شد. پروسه نوشتن رمان خیلی پروسه تنهاییه. اون موقعی که خوب دارم می‌نویسم، یعنی هی تنهاتر و تنهاترم، هی با کاراکترهایی که تو ذهنمن دارم زندگی می‌کنم. در صورتی که فیلم از اولش تا آخرش پروسه گروهیه. چیزی که من تو ذهنمه از طریق همه کسایی که باهاشون کار میکنم و چیزایی که اونا با خلاقیت خودشون بهش اضافه میکنن، اون میشه اون فیلم. و کتاب اون کاریه که من خودم از اول تا آخر میکنم. ولی خب کتاب یه آزادیای زیادی هم واسم داره، اونم اینه که برفرض لازم نیست چند سال دنبال پول بدوام. در واقع دو تا بخش از شخصیت خودمه که توی این دو تا حرفه میتونم بگنجونم. برادرمو دیدی؟ من شما رو قبلا ندیدم. حالا تو مفتش شدی الان. چجوری پیداش کردی؟ یعنی یه دفعه جلوت ثبت شد؟ خودتون چی؟ شما بچه نداری؟ بپا. بپا دنبالمون؟ نه. پس تو این همه عذابی که کشیدی، نمیخوای انتقام بگیری؟ شما از زندگی من چین؟ آخه تو چجور آدمی هستی زن؟ من چی کار کردم؟